مردی که جلوی چشمهاش زن بچه شاید دست میده و برای انتقام 10 سال برنامه بریزه. گیلاسیا سلام، امروز یکی از بهترین فیلم های 2009 آوردم، فیلم لاو ابایدینگ سیتیزن یا شهروند مطیع قانون. یکی از فیلم های خیلی خوبه، نمره 72 آی ام دی بی رو به خودش اختصاص داده و هم خیلی سیاسیه هم خیلی دیسترینگ و آزاردهنده است. بریم با هم ببینیمش. حواستون بس برو کامل صحنه های قشنش هم باشه. با شروع فیلم شخصیت اصلیمون یعنی کلاید رو میبینیم. کلاید با زن و بچه‌اش زندگی خوبی دارن و کارش توی گذشته مهندسی وسایل خاص و کشنده برای سازمان CIA بوده. به روایتی وقتی عملیات مامورها سخت میشده، کلاید با ساخت یه وسیله کل کارو در می آورده. شب شده و یکی درب زنه. وقتی کلاید بازش میکنه، دوتا جانی وحشی میان داخل و بدون حرفی ضربه‌ای به کلاید میزنن. سری میبندنش که نتونه تکون بخوره و هرچی وسیله میبینن و میدوستن. اما این پایان کارشون نیست. اسم یکی از این دزدا داربیه. وسط خنده‌هاش به کلاید میگه تو نمیتونی با سرنوشت بجنگی. برام چاقویی به شکمش میزنه. دوز دوم اسمش روپرته و خیلی ترسیده. میخواد در بره اما داربین نمیذاره و با دیدن همسر کلاید تو سکانسی خیلی آزاردهنده به زور باهاش رابطه برقرار میکنه. در حالی که کلاید مجبور نگاه کنه و کاری از دستش بر نمیاد. داربی بعد تماشا دادن کارش با چاق و جون همسرش میگیره. بعد میره طرف دختر کوچیک و صدای جیغ بچه‌ام برای چند لحظه برای همیشه قطع میشه. کلاید زندگیشو باخته و میریم به سکانس بعد. مدتی از قضیه گذشته و حالا داربی و روپرت گیر افتادن. دادستانی به اسم نیک پرونده کلاید به عهده گرفته. نیک عصبیه چون شب قبلی قاضی و یه سری از شواهد رو رد کرده، از جمله دی ان ای داربی توی صحنه جرم. برای همینم هم نیک تا حالا 96% پرونده هاش موفق بودن، حاضر نیست ریسک دادگاه بپذیره که یه موقع آمارش بیاد پایین. برای همینم هم به دیدن کلاید میره و خبرم میده که با داربی قراری گذاشتن. قرار اینه که داربی به جرمشون اعتراف کنه، اما مجرم اصلی همکارش روپرته. اینطوری روپرت حکم اصلی رو میگیره و داربی هم برای چند سال ممکنه آزاد شه. اما تنها راهمون همینه، چون در غیر این صورت ممکنه بریم جلوی قاضی و هر جفتشون آزاد شن. همین یه ذره عدالت بهتره، اینه که هیچ عدالتی برقرار نشه. کلاید خیلی به هم میریزه و باورش نمیشه کسی که زن و بچه‌ش رو ازش گرفته قراره فقط 5 سال توی زندان بمونه. اما نیک تصمیم نهاییش برای دادگاه همینه. یه جمله مهم هم میگه: سیستم قضایی به چیزهایی که میدونی اهمیت نمیده. برای این سیستم چیزهای مهمن که بتونی ثابتشون کنی. زمان دادگاه میرسه. بر اساس قراری که نیک گذاشته، داربی شهادت میده و روپرت به اعدام محکوم میشه. خودش هم فقط 5 سال حبس میگیره. داربی عوضی هم هی میخنده و با تحقیر به کلاید و نیک نگاه میکنه. بعد دادگاه هم جلوی خبرنگارا با نیک دست میده و بهش میگه خیلی خوبه که سیستم قضاییمون با عدالت و درست کار میکنه. کلاید با ناباوری این صحنه رو نگاه میکنه. نیک هم بعد دادگاه به خونه میره و میفهمیم همسرش کلی بار داره. میریم به 10 سال بعد. حالا دخترشون به دنیا اومده و بزرگ شده و نیک برای دفعه 1000 به خاطر کار سنگینش نمیتونه توی جشن مدرسه شرکت کنه. کلی هم خیلی از این کارش شاکیه. میریم به زندان شهر و امروز زمان اجرای حکم روپرته. نیک به جای جشنی که دخترش رو شرکت کرده به اینجا میاد کنار همکارش سارا میشینه. روپرت قبل اجرای حکم میگه به خدا من باعث اون اتفاقات توی زندگی کلاید نبودم، اما خب کسی توجهی نمیکنه. حکم اجرا میشه و با تزریق 3 دارو به این مرد میخوان خیلی آروم جونشو بگیرن. اما برخلاف انتظار خیلی صحنه وحشتناکه و روپرت بعد کلی داد و فریاد به شکل دردناک تموم میکنه. همین لحظه اجرای دختر نیکم تموم میشه و همه براش دست میزنن. بعد حکم روپرت زندانبانو میبینیم که برای خبرنگارها و پلیس توضیح میده که چرا مرگ روپرت انقدر بد پیش رفته. اصلا نباید همچین اتفاقی میافتاد. با بررسی 3 روم داروها روی یکیشون نوشته شده نمیتونی با سرنوشت بجنگی. جمله‌ای که موقع اتفاق وحشتناک 10 سال پیش داربی به کلاید گفته بود. نیک و مامورهای پلیس به خاطر پرونده فکر میکنن این قضیه یه ارتباطی به داربی داره و سمت خونش راه میافتن. این روانی هم تو خونه است و تلفنش زنگ میخوره. یه غریبه بهش میگه لو رفتی و پلیسا دارن میان دنبالت. وقتی از پنجره ماشینا رو میبینه خیلی میترسه و بدون فکر به سمتشون تیراندازی میکنه. غریبه میگه برای نجات خودت هر کاریو میگم دقیق انجام بده. اسلحه‌تو بنداز و بیا سمت کارخونه‌ای که نزدیکته. اونم که خیلی ترسیده همین کارو انجام میده. وسط راه هم پلیس رو میبینه که توی ماشین خوابیده. اسلحه اونو برمیداره و تهدیدش میکنه که ببرتش به همون کارخونه. وقتی میرسن داربی اسلحه رو سمت پلیس گرفته و تلفنش رو برمیداره. همین که شلیک میکنه که از دستش راحت شه میفهمه اون کسی نیست جز کلاید با گلیم. به جای گلوله هم به محض شلیک از دسته تفنگ چند تا میخ توی تن خودش میرن که باعث میشه بیفته زمین و از حال بره.
البته بیهوش که نمیشه. کلاید توضیح میده الان فلج شدی، همه چی رو حس میکنی و میفهمی، اما نمیتونی واکنشی نشون بدی. بلا میبرتش داخل کارخونه و میبندتش. میگه الان مثل 10 سال قبل من داری عذاب میکشی و هیچ کاری نمیتونی براش انجام بدی. به قول خودت با سرنوشت نمیشه جنگید. و بعد روشن کردن دوربینی شروع میکنه به تیکه تیکه کردن همه بدنش جلوی دوربین. چند ساعتی میگذره، نیکو همکاری سارا در مورد اتفاقی که برای روپرت افتاده صحبت میکنن. نیک میگه غیر ممکنه کار داربی باشه، چون اصلا عقلش به این چیزها نمیرسه. همین لحظه هم پلیسا با یه تماس ناشناس به محل کارخونه میرن بدن داربیو که به 25 تیکه تقسیم شده پیدا میکنن. این خبر به نیک میرسه و همراه سارا معتقدن کلاید داره این کارها رو میکنه و انتقام میگیره. یه تحقیق ساده هم کافیه که بفهمن کلاید همه دارایی‌هاشو فروخته و به جاشون کلی زمین و خونه تو جاهای مختلف خریده، از جمله همین کارخونه داغونی که داربی توش پیدا شده. سری مامورهای پلیس سمت خونه کلاید میرن و اون که از قبل منتظره به راحتی خودشو تسلیم میکنه. قبل سوار شدن ماشین هم نگاهی پر از کینه و خشم به نیک میندازه. خونه کلاید پر از کتاب‌های مختلف در مورد قانون و سیستم قضایی. در نهایت هم عکس زمانیه که نیک و داربی بعد دادگاه با هم دست دادن. خیلی زود کلاید به اتاق بازجویی میره، اما از اونجایی که مدرکی علیهش ندارن و نزدیک 10 سال این انتقام رو برنامه‌ریزی کرده، فقط امیدوارن یه جوری به کارش اعتراف کنه، وگرنه نمیتونن بندازنش زندان. دختر نیکم میبینیم که توی خونه است و بسته ارسال میشه. بهش میگن این سیدی جشن مدرسه است و وقتی از کلی میخواد که با هم ببیننش، مادر کاردار رو قبول نمیکنه. دخترم تنهایی سیدی رو تماشا میکنه و توش چیزی نیست جز لحظه‌ای که کلاید اون بلا رو سر داربی آورد، چیزی که روحیه دختر رو به فنا میده. برمیگردیم به اتاق بازجویی. نیک میاد داخل و بعد اینکه مثلا دوربین ها رو قطع میکنه، شروع میکنه به تهدید و میگه هر بلایی سرت بیارم کسی نمیبینه که بخواد نجاتت بده، پس بهتره اعتراف کنی. کلاید با آرامش میگه 10 سال هر شب توی ذهنم داربی و روپرتو میکشم چون زندگی ما ازم گرفتن. نیک با خوشحالی میگه خب پس اعتراف کردی، اما کلاید میگه اینا فقط توی ذهنم بوده، تو واقعیت کاری انجام ندادم، تو هم مدرکی نداری. نیک میگه جنازه توی مکانی به اسم تو پیدا شده. کلاید هم میگه من صدها ملک اینطوری دارم و به راحتی میتونم ثابت کنم که اتفاقی همچین چیزی پیش اومده. نیک میگه میدونم این کارو کردی و کلاید جمله خودمونو براش تکرار میکنه. سیستم قضایی در مورد چیزایی که میدونی نیست، در مورد چیزهایی که میتونی ثابت کنی. در آخر هم میگه به یه شرط حاضرم اعترافاتی که میخواید رو بکنم، اینکه تو زندان برام یه تخت خوب و نرم بیارید. نیک اولش قبول نمیکنه، اما بعد صحبت با موافق خودش یعنی جوناس میفهمه تنها راهشون همینه. کلاید میره به زندان و تختش آماده است. وقتی دادگاه اول میرسه، کلاید میخواد با وثیقه تا دادگاه اصلی آزاد شه. نیک مخالف این قضیه است و کلاید میگه شما هیچ مدرکی ندارید که محکومم کنید و من یه شهروند عادی و مطیع قانونم. قاضی هم حقو به کلاید میده و میخواد وثیقه رو صادر کنه، اما نیک با عصبانیت میگه تو قول داده بودی اعتراف کنی. کلاید میخنده و دست میزنه. حالا با فریاد به قاضی میگه تو میخواستی منی که قاتلم رو به همین سادگی ولم کنی چون مدرک کافی پیدا نکردی، همون کاری که سر دادگاه داربی هم 10 سال پیش انجام دادین. قاضی با عصبانیت درخواست وثیقه رو رد میکنه و کلاید برمیگرده زندان. بازجوی بعدی رسید و نیک از ویدیویی که دخترش دیده عصبانیه. رو سیدی که فرستاده شده بود نوشته شده که خیر بر شر پیروز میشود. کلاید هم با آرامش اعتراف میکنه که خودش توی ویدیو بوده و داربیو کشته، اما برای اعترافات دیگه دوباره شرط میذاره، اینکه برای نهارش استیک بیارن با یه دونه آیپاد تا آهنگ گوش کنه. نیک بازم مخالفه، اما کلاید میگه جون یه نفر به اسم بیل رینالدز تو دستای توه. بیرون اتاق همکار نیک یعنی سارا بهش میگه بیل وکیل داربی بود توی دادگاه 10 سال پیش، 3 روزه که گم شده. کلاید رو به دوربین اتاق میگه تا فردا ساعت 1 ظهر وقت داری چیزهایی که گفتم رو بیارید، وگرنه بیل جونش رو از دست میده. روز بعدی همین کارو میکنن. ساعت 5:45 و حالا زندانبان قفلی میزنه که شاید یه وسیله‌ای داره توی زندان قاچاق میشه. برای همینم همه قضا رو بررسی میکنه و باعث میشه قضا ساعت 1:08 به سلول برسه. کلاید هم خیلی آروم مدرسه محلی که بیلو پیدا کنن و میده. نیک همراه چند تا مامور با هلیکوپتر میرن اونجا، در حالی که کلاید با هم سلولیش آهنگ گوش میدن و قضا میخورن. با تمام شدن استیک کلاید استخونش رو برمیداره، آیپاد رو به هم سلولیش میده و با وحشیگر که تمام استخون رو به گردنش فرو میکنه و جون اونم میگیره. زندانبان و مامورا با دیدن سلول خونی وحشت زده میشن. هلیکوپتر هم ساعت 1:15 به آدرس میرسه و میفهمن که بیل با یک کپسول اکسیژن خاک شده، اما اکسیژن فقط تا 5 دقیقه قبل فعال بوده، یعنی یه قضا رأس 1 میرسید و به موقع راه میافتادن میتونستن جون اون رو نجات بدن. زندانبان هم به نیک خبر میده که کلاید هم سلولش چیکار کرده و دارن میبرنش انفرادی. این بار که به دیدنش میره میپرسه چرا این همه آدما داری از بین میبری. کلاید میگه همه این آدم ها توی ناعدالتی دست داشتن و حقشونه.
نیک میگه به نظرت زن و بچت خوشحالن که داری به اسم اونا انتقام میگیری، و کلاید هم با عصبانیت میگه اونا دیگه زنده نیستن که بفهمم خوشحالن یا ناراحت. نیک همراه مافوقش جوناس با یکی از اعضای CIA قرار میذارن که انگار از کلاید اطلاعات مهمی داره. اون بهشون میگه کلاید حرفه‌ای ترین مهندس سازمان بود، باهوش ترین آدمی که دیدم، و اگه الان توی زندانه مطمئن باشه یه برنامه‌ای داره و از قصد اونجا رفته. اگه همسر لوش کشته یه دلیلی داشته و بهتر دنبال حرکت بعدش باشید، وگرنه همیشه شکست می‌خورید. تنها راه متوقف کردنش هم اینه که برید به سلولش و یه گلوله توی سرش خالی کنید، وگرنه همه کسایی که تو پرونده بودن نابود میشن. به نیک میگه اگه کلایت قصد داره که تو رو بکشه، همین الان هم مرده حساب میشی. نیک با جوناس بعد این مکالمه به دیدن قاضی پرونده میرن. ازش میخوان چون خیلی کلایت خطرناکه حکمی امضا کنن که هیچ کی نتونه به دیدنش بره و امنیت سلولش هم بیشتر شه. اونم خیلی راحت قبول میکنه و بعد امضای حکم تلفنش زنگ میخوره. همین که جواب میده بمبی میترکه و جلوی چشمای نیک مغزش منفجر میشه. حالا با عصبانیت به ملاقات کلایت میره و داد میزنه این انتقام مسخره برای چیه و تمومش کن. کلاید هم میگه تو هنوز نفهمیدی این انتقام نیست. اگه میخواستم انتقام بگیرم 10 سال پیش خانواده تو جلوی چشمات نابود میکردم. اینا برای یه هدف بزرگترن. و در آخرم میگه تا ساعت 6 عصر وقت دارید منو آزاد کنید، وگرنه خیلی ها میمیرن. بعدم کلی مأمور اونو به یه سلول فوق‌العاده امنیتی میبرن. نیک با همکارش سارا ملاقات میکنه که یه راهی برای قضیه پیدا کنن، چون معتقدن یکی از بیرون داره به کلاید کمک میکنه. و وسط همین صحبت ها سارا حرف مهمی میزنه، اینکه شاید واقعا 10 سال پیش کار اشتباهی انجام دادیم و نباید به داربی اجازه میدادیم که آزاد شه. همچنان نیک معتقد کارشون درست بوده. همه افراد دادستانی تا ساعت 6 با استرس منتظرن و وقتی هیچ اتفاقی نمیفته از دفتر تعطیل میشن. نیک هم همینطور چند لحظه بعد یکی از ماشین های اون میترکه. همینطور همه افراد از جمله سارا تو ماشینشون گیر میفتن و با انفجار میسوزن. نیک با وحشت نگاه میکنه و توی این انفجارها 6 نفر جونشون رو از دست میدن. نیک بیشتر از قبل مطمئنه که یکی از بیرون داره کمک میکنه. برای همینم توی اولین فرصت همسرش کلی و بچه‌شون رو به این سفر میفرسته و تاکید میکنه از حساب بانکی استفاده نکنید که جاتون لو نره. به خونه برمیگره و عکس لحظه دست دادنش با داربی روی میزه. به زندان میره و کلاید رو به حیات میارن تا با هم ملاقات کنن. نیک که عصبانیه با مشت و لگد به جونش میفته و کلاید هم میگه خوبه که داری درد رو حس میکنی، چون تازه همه چیز شروع شده. کارگاه پلیس کناریش اسلحه روی سرش میگیره، اما نیک میگه شلیک نکن. از کلاید میپرسه منظور چیه که تازه شروع شده. اونم جواب میده قراره یه صحنه خیلی خفن و مقدس رو به چشم ببینی. روز بعدی خاکسپاری سارا، نیک و مافوقش به مراسم میرن و هر دوشون شک دارن که 10 سال پیش کار اشتباهی رو شاید واقعا انجام دادن. نباید با داربی قرار میذاشن که اعتراف کنه و زود آزاد شه. مراسم تمام میشه و همه توی ماشینن که یه نفر وسط قبرستون اسلحه اتوماتیکی رو راه میندازه. با زدن دکمه موج مغناطیسی میاد و همه ماشین ها از کار میافتن. اسلحه روشن میشه و حالا کلی گلوله به طرف همه افراد شلیک میکنه. نیک و یه سری فرار میکنن، اما هدف اصلی سلاح ماشین جوناسه. بعد زخمی شدن رئیس دادستانی از اسلحه موشکی پرتاب میشه و کلن ماشینش منفجر میشه. این قضیه همه جا میپیچه و شهردار به دیدن نیک میاد. میگه تو آبروی سیستم قضایی رو بردی و اگه سری قضیه رو حل نکنی اخراج میشی. اما فعلا برای حفظ ظاهر نیک به عنوان رئیس جدید دادستانی استخدام میشه. بعدم قراری برای جلسه ای میذارن که برای یک روز کل شهر تعطیل شه و هیچکی بیرون نیاد. این جلسه قرار روز بعدی تو ساختمان شهرداری برقرار شه. اینطوری شاید بتونن همدست کلاید و گیر بندازن. ساعتی بعد نیک ایمیلش رو چک میکنه و میفهمه سارا قبل اینکه توی ماشینش کشته شه یه چیزی براش فرستاده. لیستی از تمام مکانهایی که کلاید توی 10 سال آخر خریده. همشون رو چک میکنه و میفهمه یکیشون گاراژی نزدیک زندانه. همراه کارگاهی میرن اونجا و با دیدن یه تونل بزرگ شوکه میشن. تونلی که انتهاش میخوره به زندان. کلاید سالها وقت گذاشته و از این تونل به همه سلولهای ورودی ساخته که هر جایی که افتاد بتونه ازش استفاده کنه. همیشه از اینجا میمده بیرون و نقش خودش تنهایی انجام میداده. برام برمیگشه کسی نفهمه کار خودش بوده. تختی که برای سلولش میخواستم برای این بوده که ورودی تونل رو پنهان کنه. هم سلولش هم کش های موقع نقشش با خبر نشه. سری به زندان زنگ میزنن، اما میفهمن کلاید دیگه اونجا نیست و فرار کرده. میبینیم که لباس نظافت شیا رو پوشیده و به راحتی وارد ساختمان شهرداری میشه. نیک و کارآگاه هم کلی مانیتور توی گاراژ پیدا میکنن که یعنی همه حرکتاشون رو کلاید زیر نظر داشته. حتی توی خونه نیک هم دوربین کار گذاشته بوده. یکی از دوربین ها توی ساختمان شهرداری و چون تا حالا اونجا اتفاقی نیفتاده میفهمن نقشه آخر کلاید همونجاست. کلاید بمبی با خودش آورده و میخواد کل اینجا رو منفجر کنه. نیک و کارگاه پلیس میرن به همین ساختمون و شروع میکنن به گشتن.
به طبقه پنجم میرسن و کیف مشکوکی پیدا میشه. ماموری بازش میکنه و میبینن یه بمب خیلی حرفه‌ای توشه و الان هم فعال شده. انفجارش هم با یه تلفن همراه قرار اتفاق بیفته و نمیشه خونساش کرد. نیل چند تا مامور دیگر به نزدیک گاراژ میفرسته تا هر وقت کلایت برگشت بهش خبر بدن. همین اتفاق هم میفته و کلایت بعد ورود به گاراژ از تبلتش دوربینو چک میکنه که مطمئن شه همه توی جلسن. به سمت سلول خودش راه میفته، اما خب فاصله زیاده و یکم طول میکشه تا برسه. به محض رسیدن شوکه میشه چون نیک از قبل با اسلحه منتظره. به کلایت میگه همه چیو تموم کن تا پشیمون نشی. کلایت با لبخندی میگه اومدی که بازم با هم معامله کنیم، اما نیک میگه نه، چون فهمیدم منظورت از همه این کارها چی بوده. میخواستی بهم ثابت کنی توی سیستم قضایی نباید با مجرم ها معامله کرد و آزادی اونا رو گرو گذاشت، چون ممکنه یه آدم جانی به راحتی آزاد شه و عدالتی برقرار نشه. منم درسمو یاد گرفتم و بهتر قضیه رو تموم کنی تا کسی دیگه آسیب نبینه، وگرنه تا آخر عمرت باید با این تصمیم کنار بیاید. کلای مردده اما میگه باید همه چیز تموم شه و شماره ای رو برای فعال کردن بمب میگیره. نیک با خروج از سلول میگه منظورم از آخر عمرت 25 ثانیه دیگه بود. همین لحظه کارگاه راه ورود به تونل رو از پایین میبنده. نیک هم سریع دور میشه و کلایت با استرس اتاقش رو میگرده. بمبی که توی ساختمون گذاشته بود حالا توی اتاق خودش زیر تخته و برای آخرین بار به یادگاری دخترش نگاه میکنه. انفجار رخ میده و کار کلایت تموم میشه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. لا ابایدینگ سیتیزن خیلی خفن میاد سیستم قضایی نه تنها آمریکا بلکه کل دنیا رو زیر سوال میبره. سیستمی که همون جمله خیلی معروف نیک توش پیاده میشه، جمله‌ای که میگه مهم نیست چی رو توی سیستم قضایی میدونی، مهم اینه که چی رو میتونی ثابت بکنی. ممکنه کاملا حق با تو باشه، حقیقت رو به چشم دیده باشی اما نتونی ثابتش کنی و همین باعث میشه یه مجرم پا به فرار بذاره. دیگه نیاز به گفتن نیست که تمام سیستم های قضایی دنیا هزاران مشکل مختلف دارن که هیچ وقت مورد بررسی قرار نمیگیرن، چون به هر حال تمام اونها یه نوع لوپ هول یا یه دونه راه در رو حساب میشن برای افرادی که به خود سیستم وصلن و بعد از یه جرمی میخوان ازش قصر در برن. لا ابایدینگ سیتیزن میاد ژانر دیستربینگ و آزاردهنده رو با یه ژانر معمایی ترکیب میکنه و از طرفی جوریه که شما از اول طرفدار شخصیت بل داستان، یعنی هر کسی این فیلمو دیده باشه میگه کلاد شخصیت خوب بود، در حالی که کلاد ویلین این فیلمه، یعنی شخصیت بدشه و داره آدمهای دیگر رو انگاری اذیت میکنه و با آزار میرسونه با اینکه یه گذشته خیلی بد داشته. ولی همین که شما گذشتهشو میدونی و میدونی چرا پا به این راه گذاشته، خود به خود طرفدارش میشی و آخر فیلمم خیلی خفنه به خاطر اینکه انگاری بدی پیروز میشه، در حالی که فیلمی که کلاد فرستاده بود نوشته بود خوبی بر شر پیروز میشود، انگاری داستان اصلی فیلم بود که داشت انتقامش رو میگرفت، ولی آخر فیلم کلا برعکسشه، یعنی اون بدیه پیروز میشه. با اینکه نیک درست انگاری خوب بود، دادستان بود، ولی خب خیلی اشتباهات بزرگی داشت و اصلا به خاطر همون بود که یه دونه مجرم خیلی بزرگ مثل داربی فرار کرد و معلوم نیست چند بار دیگه همچین بلایی رو سر آدمهای بیچاره دیگه آورده. و خب برای همینم هم هست که خیلی حال میکنیم وقتی که تا آخر فیلم پیش میره. یه نکته جالب اینه که آخر فیلم به خاطر جیمی فاکس بازیگر نقش نیک عوض شد. در اصل قرار بود که کلایت فرار بکنه و فیلم همینطوری تموم شه، انگاری شخصیت خوبمون دیگه همون کلایده. ولی جیمی فاکس بعد خوندن فیلم نامه دوست نداشت که همچین بلایی سر شخصیتش بیاد و به خاطر اصراری که میکنه و حالا نویسنده و کارگردانم که دیگه آخره فیلم بعدشون بوده و مجبور بودن قبول بکننش، باش کنار میان و آخرش رو تغییر میدن و اینطوری میشه که کلاد گیر میفته و با همون بمبی که خودش ساخته بود به قتل میرسه. به نظرم خفن ترین سکانسش هم همون اولای فیلم صحنه اعدام روپرت، به خاطر اینکه خیلی خفن نشون داده میشه. نیک داره اون رو نگاه میکنه در حالی که دختر خودش توی مدرسه است و داره میرقصه و همزمان این دوتا با هم دیگه به صورت کاتسین نشون داده میشن و جوریه که انگاری وقتی مردم پا میشن دست میزنن برای دختر نیک، انگاری همه برای اعدام روپرت دست زدن. خیلی خفن میاد این دوتا صحنه رو پشت هم دیگه میچینه. آقا دوستتون دارم، حتما پیشنهاداتتون رو بنویسید. لایک کامنت ساب یادتون نره. روزتونم گلسی.